سلام های بهنود که بهمن فضا مطبوعات داره نشون میده که فضا خشنتر شده از جنگ خونین بین واحد های مسلح دارن خبر میدن روزنامه کیهان رو داریم میبینیم ببینید در حقیقت بگید مطبوعات نشون نمیدن به خاطر اینکه در این دو روز یعنی در جمعه ای که روزنامه ها نبودن و شنبه که حالا روزنامه اومدند اومدن اتفاقاتی افتاد بسیار مهم که اصلا مقدور نبود که این اتفاقات حتی گلچینش بتونه بره تو روزنامه منعکس شه به هم دائما اون وسط ها شما میخونید که مثلا دو تا نماینده مجلس استفاده دادن یا میخونید فلان کس کشته شده این مجموعه از نگاه به کل کشور نیست کل کشور رفت تو دو روز فوق تند جنازه های در خیابون و همه هم دا کسانی دا که بعدا اتفاق افتاد یعنی بعدن از انقلاب ایران به عنوان انقلاب کم هزینه اس بردن بعضی اون دو روز رو یادشون نمیاد دو روز یعنی روز جمعه اتفاق که افتادی یکی بعد از ظهر بود که یک مراسمی انجام شد در دفاع از بختیار این اسمش بود در حقیقت سلطنت طلبها دعوت شدند که با حذف عکس شاه و با آوردن عکسایی از ولیعهد و امام علی یک تظاهراتی برپا بکنن و تو اون تظاهرات آرام خودشون نشون بدن خیلی آمیز هم نباشه حرفهای مذهبی احترام مذهب و اینا هم بذاره این عده جمع شدن در امجدیه و در اونجا چند تا شعار داده شد چند نفر آدم که خیلی آدمای مشهوری نبودن هم سخنرانی کردن ولی وقتی اومدن تو خیابون در توی خیابون نیروهای به اصطلاح بعدی حزب الله آماده بودن حمله بهشون کردن در نزدیکی میدون بهارستان کار به خشونت کشید چند تا وانت اومدن پر از سنگ و کمک کردن به طوری که این جماعت که قرار بود یک راه بیمایی رو تشکیل بدن و به نوشته کیهان درود چهل هزار نفر بودن اینها عملا آخر سر متفرق شدن نتونستن برن اده زیادی از استادای دانشگاه وزرای سابق و بسیاری از آدم پزشکای معروف و اینا دیده می شدن در این دست اما حادثه شب اتفاق افتاد گروه تلویزیون تلویزیون هنوز تا این لحظه در اختیار اون ترکیبی که 200 نفر از بچه های تلویزیون که اتصاب نکرده بودن به اضافه یک گروه نظامی بودن هنوز بودن در تلویزیون منطقه به دلیل مدیر عامل جدیدی که پیدا شده بود که جورنالیست بود و بلد بود یه ابتکاره بکاوردن. یکی از اون ابتکاره این بودش که یک فیلم درست کردن که مجموعه از وقایع رو نشون میداد وقایع اون روزا رو معمول نبود در تلویزیونی که قبلا پخش میشد که این همه آقای خمینی نشون بودن. تو این فیلم از نوفلوشاتو هر چی فیلم رسیده بود در این فاصله رو جمع کردن و تبدیل به یه گزارش خیلی خونسردی سردی کردن و در حقیقت راه و باز کردن برای اینکه تلویزیون همینجوری آزاد بشه این فیلم پخش شد وقتی این فیلم پخش میشد در چند نقطه کشور اتفاقاتی افتاد این یکی از مؤثرترین جاهایی بود که رسانه ها اثر خودشونو گذاشتن در پادگان نیروی هوایی که هوا نیروز یادتون باشه که دو روز قبلش رفته بودند به دیدن آقای خمینی و در حتی قهرمان شده بودند و حرف رو جشون زده میشد جمعی از هوای نیروز تحملی هیجان زده شد شروع کرد سلوات فرستادن در حالی که اتاق بغلی افسرا بودند اونها شروع کردن فریاد زدن این دو تا گروه در مقابل همدیگه قرار گرفتن کار به تیراندازی کشید کار به رفتن به طرف اسلحه خونه کشید اومدن مقاومت کنن کمک خواستن لشکر گارد اومد خود ربی با هزار بدبختی خود چه اونجا یه روحانی در این فاصله رفت به مردم تو خیابون خبر داد که دارن بچه های شما رو میکشن همه فرار میکشن مردم ریختن در اصل خونه ها باز شد و صحنه فجی اتفاق افتاد که, که دارید میبینید و تا صبح ادامه پیدا کرد و ب... ب... مدام خبر اومد که عده زیادی کشته شدن و به این ترتیب روزنامه هایی که روز شنبه اومدش متولد شد وقتی صبح مثل آیندگان بودن خبر کمی داشتن حالا خواهیم دید ولی اطلاعات دیگه بهشون رسید عکس و خبر ونزه کافی داشتن کاملا روزنامه ها شدن روزنامه های شرایط جنگی بله روزنامه آیندگان رو الان میتونیم ببینیم که همونطور که میگین خیلی خبری از اون عکس جنازه ها بایینا نیست بالا است. گفته نگرانی از جان همافران دیشب تهران را براش رفت بریم امید ایران را هم ببینیم امید ایران یه هفته قبل چاپ شده بود ولی در اون روزه منتشر شد میبینین خیلی هنوز آرامش بخش یعنی شجاعت کرده تونسته عکس وقتی ها رو گذاشته و بزرگتر و... از عکس آقای بازرگان. و, و میگه که یک ملت و دو دولت یعنی هنوز به بی... به نرسیده بود ولی هنوز خیلی باها به نمیده به رفتن بختیار خب اینم صفحات داخلی مجله امید ایران هست که داره به همین فضای متشنج و سنگربندی تو خیابون ها اشاره ببینید که اون بالا روحانیون دارن با مردم تو خیابون با هرتشی ها و نیرو آدم که مسلح شدن فضای موقع شهر رو کاملا نشون میده دارن با اونا حرف میزنن اون وسط سنگرگیری های خیابونیست و پایینم مردمی که با سربازا نزدیک شدند اینها. ولی توجهش تمام عکس ها مربوط از تهران. در شهرستان ها اخبار و بعد که منتشر شد و آمدش عکسهای فجیع تر و حوادث فجیع تر اتفاق افتاد ممنون آقای بهنود فردا 22 بهمن هست روز پیروزی انقلابیون که حالا دوباره نگاهی به روزنامه ها خواهیم کرد